شیب لغزان بیمنطقی. یکی از دوستاتون بی اشتهایی عصبی داره. شما غذای خوشمزهی بهش تعارف میکنین، اما حاضر نیست چیزی بخوره و میگه اگه الان غذا بخورم بعد اشتهام زیاد میشه و همینطور پیش میره تا دوچار چاقی مفرط بشم. ادعای دوست شما ناشی از ترسه، وحشت از اینکه نتونه کنترلی بر وضعیتش داشته باشه. اما این نوع استدلال مبنای منطقی نداره و مغلطه‌آمیزه. این ادعا شبیه اینه که کسی بگه نباید حتی یه قدم به جلو برداریم چون ممکنه به انتهای دره هولناک سقوط کنیم. این نوع استدلال رو مغلطه شیب لغزنده، شیب لغزان یا سراشیب فنا مینامند. ساختار مغلطه به این شکله که اگه در وضعیت الف باشیم و بخوایم به سمت وضعیت ب حرکت کنیم، مجبوریم وضعیت پ رو هم بپذیریم و همین روند تا قبول وضعیت فاجعه بار ی پیش میره. این استدلال اشتباه معمولاً در مخالفت و نقد نظرات دیگران به کار میره و یه تکنیک جدلیه. با این ادعا که اگه نظر طرف مقابل رو قبول کنیم رو به تباهی میریم. مثلا مخالفای سقط جنین مدعیان سقط یه جنین قتل یه انسانه و اگه قانونی شدن سقط جنین رو بپذیریم در نهایت به این منجر میشه که کشتن انسانها رو هم مجاز بدونیم. یا مخالفای همجنسگرایی ادعا میکنن با قانونی کردن ازدواج همجنسگراها جامعه مجبور ازدواج با محارم رو هم بپذیره و گام به گام رو به فنا خواهد رفت. سیاستمدارا هم برای ترسوندن مردم از این نوع مغلطه استفاده میکنن. مثلا مخالفای تغییر میگن هر اصلاح کوچکی منجر به نتایج وحشتناکی برای جامعه خواهد شد. مثلا علیرضا پناهیان نماینده رهبری در دانشگاه درباره مذاکرات هسته‌ای گفته اگه امروز از انرژی هسته‌ای کوتاه بیایم، فردا باید در چاه‌های نفت رو ببندیم، زمین‌های کشاورزی رو به آتش بکشیم و پس از اون باید اجازه بدیم تروریست‌های سوریه به ایران بیان و به نوامیسمون تجاوز کنن. استدلال کننده پیش از هر چیز باید اجتناب ناپذیر بودن این سقوط رو اثبات کنه. در این حال باید رابطه بین وضعیت ب و پ تا ی رو به ما نشون بده. فقط ادعای وجود شیب خطرناک کافی نیست تا اشتباه بودن مسیری رو بپذیریم. استدلال شیب لغزنده این واقعیت رو نادیده میگیره که میزان پیشروی در مسیر قابل کنترله و میشه از همون ابتدا خط قرمزها و نقطه پایان مسیر رو مشخص کرد. موارد کمی هستن که اگه اولین قدم برداشته شه فرد محکوم به فناست. اولین قدم به بیرون پنجره ی آسمون خراش یکی از اونهاست. در مغلطه شیب لغزنده بنابر اینه که انجام هیچ کاری ممکن نیست مگه پیشروی بیش از حد و چون نمیشه هیچ خط مرزی کشید پس باید همون جایی که هستیم بمونیم. این استدلال بسیار محافظه‌کارانه است و پیشرفت‌های بشری رو که به تدریج اتفاق افتادن نادیده میگیره. این مغلطه صرفاً یه تکنیک جدلیه که هر گونه حرکتی رو منع می‌کنه بدون اینکه دلیل منطقی در اثبات فاجعه بار بودن نتیجه اون داشته باشه.